اهمیت این دور در واقع این اولین نشست استراتژیک دیالوگ استراتژیک آمریکا و هند رو شما در چه می‌بینید؟ I think to put that in perspective I should just give you a quick برای اینکه متوجه وضعیت بشویم باید وضعیت رو متوجه بشویم، باید 10 سال گذشته رو بررسی کنیم. در طی این سالها هند اقتصادش رشد پیدا کرده و به عنوان قدرت خودش رو طرح کرده، از طرف دیگر چین قدرتمند شده، وضعیت منطقه‌ای باعث شده که روابط واشنگتن و دهلی تغییر پیدا کنه. در دوره پرزیدنت بوش ما شاهد این بودیم که این تحولات در سیاست آمریکا مؤثر بود و روابط هسته‌ای دو کشور در اون موقع شکل گرفت و در دوره پرزیدنت اوباما هم ادامه داشت. در واقع باید سوء تفاهم‌ها از بین برود. اکنون یک اجماعی وجود دارد در رابطه با وضعیت و سیاستی که پرزیدنت اوباما در قبال هند اتخاذ کرده است و آقای اوباما در نوامبر از هند بازدید خواهد کرد و به نظر میرسه که روابط وارد مرحله جدیدی خواهد شد. همونطور که اشاره کردید پرزیدنت اوباما برای تاکید بر اهمیت این گفتگوها خودش امروز عصر در این نشست شرکت میکنه. چیزی که پرسش من هست در واقع چشمانداز همکاری های هسته‌ای غیر نظامی دو کشور، فکر میکنید پارلمان هند این لایحه رو تصویب بکنه و به سرعت این همکاری ها آغاز بشه؟ آنچه که من متوجه می شوم با بررسی نظرات گروه های مختلف و صحبتی که امروز صبح هم در وزارت امور خارجه طرح شد، مقام های هندی و آمریکایی طرح کردن، به نظر می رسه که تغییرات ضروری در این موافقت نامه صورت خواهد گرفت و برای اجرای شدن به قانونگذاران ارائه خواهد شد. به نظر میرسه که برای اجرای شدن این مراحل لازم رو طی کنیم. آقای امبگانکار، رابرت بلیک مدیر کل وزارت خارجه چند روز پیش صحبت از این کرد که ایران یکی از موضوعاتی هست که دو وزیر خارجه در موردش صحبت خواهند کرد و در این گفتگوها مطرح خواهد شد. هند همواره به قطعنامه هایی که در محکومیت ایران در شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده رأی مثبت داده. فکر میکنید بهبود روابط آمریکا و هند چه تأثیری بر روابط ایران و هند گذاشته؟ As you know, India... همچنانی که میدانید هند و ایران به طور تاریخی روابط اجتماعی و روابط مختلفی داشتند و مسئله انتقال خط لوله گاز و نیازهای سوخت از جانب هند به همین علت با توجه به این وضعیت دشوار است که اینجا یک تعادل ایجاد کند هند در از طرفی در منطقه و از طرفی در روابطش با ایالات متحده. به نظر من این مسئله، من فکر میکنم که این مسئله در آینده با توجه به توافقهایی که در MPT شده، شاید با توجه به اون توافقها که دو هفته پیش شد بشود که این تعادل رو ایجاد کرد، ولی باید توجه داشت که از زاویه حل اصلاح اتمی روابط بهتر بشه و هند بتواند که تعادلی ایجاد کند و مسئله انتقال خط بلوهله همونطور که گفتم البته برای هند بسیار مهم بوده. نکته که مهم هست این که قرار بود در این خط لوله‌ای که صحبت کردی ازش هند روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز از ایران بگیره. این توافقی که اخیراً ایران با پاکستان امضا کرده 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب بیشتر گاز به پاکستان صادر نخواهد شد. فکر می‌کنید که علت عقب نشینی در واقع انصراف هند فشارهای آمریکا بوده یا اختلافاتی که با ایران بر سر هزینه در واقع انتقال گاز داشتن؟ You see the
باید توجه داشت که یک به هر حال واشنگتن انتظاراتی رو ترک کرده در رابطه با روابط تجاری هند و ایران و از هند خواسته که از هند خواسته که بپیونده به تحریم ها علیه ایران و همچنان که بیشتر گفتم البته برای هند به علت نیازهایی که در زمینه سوخت و انرژی داره با ایران روابط مثبتی داشته باشه و به هر حال اتکا کنه به ایران. این که چطور این تعادل ایجاد خواهد شد به نظر من این چنین خواهد بود که دولت واشنگتن اعتراض هایی رو طرح خواهد کرد در رابطه با رابطه انرژی هند و ایران و این چیز، ولی این چیزی هست که به طور کلامی طرح خواهد شد در صحبت های سیاست مداران های آمریکایی و احتمال این هست که نهایتاً به یه توافق سه جانبه البته دست پیدا کنه. به نظر میسی که این آینده تشکر میکنم دکتر پراکش امبگانکار، تشکر میکنم از شما. آقای دکتر پراکش امبگانکار و سپاس از خانم مهناز صمیمی و آقای هومن سیسان برای برگردان این گفتگو.